بسیاری از کشورها راه حل دو کشوری رو تنها راه نجات و پایان این منازعه 75 ساله میدونن. کشور اسرائیل، کشور فلسطین، نظر شما رو بدونیم در دو دقیقه. بله، اگه به پیشینه مسئله برگردیم، در سالهای دهه 20 حکومت پهلوی به این پیشنهاد رأی منفی داد، ولی بعد از دو سال تقریبا و اسرائیل رو به رسمیت نشناخت، ولی بعد دو سال به صورت دو پاشتو به رسمیت شناخت. اما جمهوری اسلامی آمده شعار نابودی اسرائیل رو میده، هرچند در چهار نوبت یواشکی در واقع فرمول دو کشور رو پذیرفته. الان هم حقوق قانونی مردم فلسطین، حالا ما به تاریخچش کار نداریم، آیا دولت فلسطینی وجود داشته وجود نداشته، خلاصه سرزمین فلسطین وجود داشته، در یه فعل و انفعالات سیاسی مردم فلسطین احساس مظلومیت میکنن و احساس میکنن که در اون دوران که اینها در اکثریت بودن، خاک کمتری به اینها داده شده و به اقلیت یهودی خاک بیشتری داده شده. دو طرف هم فزونخواه بودن، همه چیز رو برای خودشون میخواستن. اسرائیل هم خب مرتب تجاوز کرده برخلاف قطعنامه سازمان ملل، ولی نسخه به هر حال این یه رئال پلیتیک، به هر حال یه مقدار تراژیک هم هست. اسرائیل یه دولت قانونی و رسمی است. حالا به هر حال باید طرفین به توافق برسن و فرمول دو کشور آخرین ورژن هست که به هر حال افکار عمومی و سازمان ملل هم به رسمیت شناخته شده. راست افراطی اسرائیلی که واقعا یه نگاه مذهبی و آخر زمانی داره الان و یه شباهتهایی داره به جمهوری اسلامی، اونها زیر بارین نمیرن و این کارو سخت کرده. امیدوارم این جنگ خونین که به صورت ادواری مرتب داره تکرار میشه و تراژیک هم هست، شهروندان بیگناهی از دو طرف کشته میشن، به ویژه به صورت مضاعف از شهروندان بیگناه فلسطینی الان در غزه، این شهروندان بیگناه آلت دست سیاستمدارا و بازی اونها نباشن و فشار افکار عمومی جهانی بالاخره صلح رو ایجاد بکنه. همون چیزی که ما دیدیم نرگس محمدی در پیامش گفت، 30 ثانیه آقای علیجانی گفتن، و از موضع هم حقوق بشری و هم صلح‌خواهی برخورد کردن. من فکر می‌کنم این مترقی‌ترین صدایی است که می‌تونه از درون نسل جوان ایران هم بیرون بیاد.